هیچ وقت فکر نمی کردم که اولین ویدیوی یوتیوبم این شکلی باشه، یعنی بخوام بشینم اینجا جلوی هر کسی که قراره چنل منو ببینه موهامو رنگ کنم، بعد از فکر کنم این همه تایمی که برای خودم بلی ایده و چیزای مختلف نوشته بودم که باید چنل یوتیوبمو اینطور شروع کنم، باید یه صبحی باشه که مثلا توی کانادا یا انگلیس از خواب پا میشم، یه خونه خیلی سفید خوشگل دارم، بعد تایتلمو بذارم مای دیلی روتین، بلندشم پتو بزنم کنار برم برای خودم قهوه درست کنم خیلی شیک، مکبوکم رو بذارم جلوم، شروع کنم کارهای روزانم رو انجام بدم. اما احساس میکنم که تا الان که یه بازندهی بیش نبودم و نتونستم هیچ کدوم از اینا رو انجام بدم، از مثل همه کارهای دیگه هم اونا رو عقب انداختم. اما اینکه چرا یهو تصمیم گرفتم چنل یوتیوبم رو با یه همچین ویدیویی شروع کنم نمیدونم، شاید چون واقعا میخواستم شروع کنم و نمیدونم بذارمش یا نه، چون کلی ریسکیه، کلی ترسناکه، کلی کثیف‌کاری داره و اینکه اصلا شاید واسه خیلی جذاب نباشه، مخصوصا پسرها که مخاطب بیشتره دختران، البته که من فعلا مخاطب دختر زیادی ندارم. خیلی دلم میخواست اولین چنل چی؟ اولین ویدیوی چنلم یه ویدیویی مثل یوگا باشه یا مثل ورزشم باشه، چیزی که همه منو بیشتر به اون میشناسن، یا مثلا گیم، ولی خب نمیدونم، چیزی که برای من جذاب نیست این روزا ویدیوها یا ویدیو گیم پلی باکترو، همین ویدیوهای گیم توی یوتیوبه و برای همین همش دنبال یه ایده‌ای هم که خیلی جذاب باشه مخاطب رو جذب کنه. نمیدونم، شاید دلیل این که این همه تو زندگیم از نظر خودم عقب افتادم اینه که خیلی ایدئالگرام و دلم خواسته که همیشه بهترین شرایط برام فراهم باشه تا یه کاری بکنم. اما امروز که 2 روز مونده به تولدم تصمیم گرفتم توی این وضعیت بلبشوی خونه که شما هیچیشو نمیبینید بیام و بالاخره اون چیزی که تو وجودم رو بشکنم و تصمیم بگیرم که اولین ویدیوی یوتیوبم رو بذارم، حتی اگه مسخره شه، حتی اگه خنده دار شه، حتی اگه چاق بیفتم. بیشتر سرتو درد میارم، فکر کنم براتون خیلی جذاب باشه، چون که میخوام موهامو این سری بنفش کنم. بنفش حالا موهامو نکردم و این رنگی که گرفتم جدیده. برای شمایی که شاید هیچی نمیدونید یا میخواید موهاتون دقیقاً همون رنگی بشه که گرفتید، بهتره که پایه موهاتون مثل من صفر باشه، یعنی سفید سفید سفید، که این کارو با دکولر انجام میدن. همونطور که تو همه آرایشگاه‌ها و فیلم‌های چرت و پرت آموزشی رنگ کردن مو و از این چیزا میبینید، باید موها رو دسته‌بندی کنید. این شونه فقط الان کارایی داره، وقتی که بخوره به رنگ کثافت در کثافت میشه. مورد بعدی که ساده و در دستی اصلا اینا نمید خرج کنی و کار خاصی انجام بدی، این صورت شاید باید یه ذره جای دستم باز کنم چون که این دفعه تنها نیستم. وای نمیدونم واقعا چرا تصمیم گرفتم همچین چیز چرتی رو تبدیل به کانتنت یوتیوب کنم، و اینکه اگه خیلی کثیف شم، اگه ویدیو رو نگاه کنم بعدش ببینم کثافت کاری شده، ویدیو رو پست نمی کنم. خب قسمت جذاب بعدی کاسه و رنگه که قراره بریزیمش توی ظرف. و اینکه من به آقای گفتم که بعید میدونم برای همه موهای من کافی باشه، ولی گفتش که کافیه، پس امیدوارم که کافی باشه. و همطور که میبینید دران، حتی نمیدونم که الان دارم درست رنگو میریزم و امیدوارم که خدایا کثافت‌کاری نکنم. خب دستکشی یه بار مصرف، از اون دستکشی که اون جراحی هم پیدا نکردم، من چون مجبورم تقریبا هر روز یا هر 2 روز برونو و لینی رو تمیز کنم، از این دستکشی های ارزون میخوام، از ما پیدا نکردم. میدونم اینا خیلی بده که گشاده، ولی دارم شرط و پرت میگم بیشتر از ویدیو هر چه دیگه استرسم که رنگی به موهام نرسه، نمیدونم چرا. بسم الله الرحمن الرحیم، امیدوارم که قشنگ بشه. دارم همونطور که میبینید بنفش رو میزنیم به موهامون و میزنیم. معمولا کسایی که خیلی فالوور دارن تو یوتیوب یا خیلی معروفن یا خیلی خفنن، اینجور موقع ها تو اینجور ویدیوهاشون از فالوورها و ویورهاشون تو اینستاگرام خواستن که ازشون سواله یه کلمه ای یا نمیدونم would you rather یا چیزای مختلف این شکلی بپرسن. و من ولی چون مخاطب زیادی ندارم و اصلا برنامه واسه این کار نداشتم، اگرم داشتم فکر کنم که انقدر شخصیت محبوبی نباشم که کسی بخواد از سوالای این مدلی بپرسه. من احساس کنم این رنگ هم بیاد،
شاید باورتون نشه. پس این خیلی خنده داره که الان من هیچ حرفی ندارم موقع رنگ کردن موهام بزنم و تنها کاری که میتونم بکنم اینه که الکی خودم چرت و پرت بگم یا خودم از خودم سوال بپرسم، مثلا اینکه رنگ مورد علاقه چیه؟ آیس بلو. علیرضا پرسیده قدت چنده؟ قدم 1.74. احساس میکنم هر بسکه یکی از در بیاتون بکنم که من یک اسکولیم که احساس میکنم یه خلومه از زنگ رو پاشیدم. باید شما واقعا نمیبینم هم چی کار میکنم، چون که وقتی خودم هم حالا میخوام کمتری میزم که صفتکاری رو در ویدیو انجام بدم، از ترس اینکه نرس رنگم دارم پایین موهام رو سفید میذارم، اصلا نمیبینم که اون قسمت از موهام به چندیش. البته اینجوری هم قشنگ میبینم بکنم خوب نباشه که واقعا از دست آقای ناراحت میشم اگر که رنگ به موهام نرسه و احساس میکنم که دوباره یه قلمبه زیاد رو دارم بگیرم. احساس میکنم گردنم همطوری داره رنگی و رنگی‌تر میشه. باورم نمیشه رنگ رو حروم کردم و ریخم روی شلوارم. واقعا باورم نمیشه. نمیدونم که دارم چیکار میکنم، ولی بیدید بدونید که من موهای رنگی رو خیلی دوست دارم. رنگ همیشه شبیه بقیه نباشم رو خیلی دوست دارم. خیلی قشنگه ها، فکر نمیکنم که بنفش قشنگ بشه، ولی عمرن رنگش به همه موهام برسه هیچی نمیدونم. اگه آدم میشه چشش بنفش باشه خیلی قشنگ. پایین اون خوش شد داره فر میشه. اما هنوز هیچ غلطی نکردم. به نظرم خیلی سنگین ترم که ویدیو رو قطع کنم وقتی موهام کامل بنفش شد. ببینم اتون. خب من رنگو زدم تا جایی که دیدم و اینکه برام خیلی جالبه به خاطر اینکه با اینکه همیشه خیلی تاکید دارم روی اینکه همه جای موهام رنگ بگیره، این بار نمیدونم چرا ترکیب سفید و بنفش خیلی قشنگ شد و یه جایی از موهام کم رنگ و پررنگ شده و همونطور که میبینید دستم یه مقداری کثیف شده. این دستم نه، ولی این دستم خیلی کثیف شده. دو تا قطره هم ریخته رو زمین که نمیدونم با چی باید تمیزشون کنم چون کاملا رنگ گرفته. باید وایسم 20 دقیقه و بعدش برم سرمو بشورم. نظر خودم که خیلی قشنگه. خودم خسته شده بودم از آبی و رنگ‌های دیگه و اینکه نمیدونم چرا، ولی بودم وقتی هم میشورمش و خوش میشنم همینقدر قشنگ باشه و اینکه اون رنگی کم نیومد. من خیلی چرت و پرت به اون آقای من موهامو شستم، همونطور که گفتم یه جاهایش سفید مونده، ولی خودم خیلی دوستش دارم با اینکه موهام هنوز خشک خوش نشده. به نظرم یه رنگ جدیده و خیلی خوشحالم. مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که از اولین ویدیوی من خوشتون اومده باشه. اگه نظری داشتید برام کامنت بذارید. قراره که از اون ایده هایی که چند سال جمع کردم توی این چنل بالاخره بذارم و امیدوارم که بتونم بالاخره یه روزی توی کانادا یا انگلیس براتون مای دیلی روتین بذارم. خدافظ.